actually, I think it was a great thing for Iran. I think it was great to show that we can do something. فکر میکنم این برای ایران خوب بود، برای اینکه نشون بدیم میشه یه کاری بکنیم. این میتونه پیش درآمدی باشه بر کارهایی که میشه انجام داد. از یک طرف قدردانی، از طرف دیگر شماتت. حس دوگانه دونالد ترامپ بعد از مبادله زندانی با ایران. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا این توافق راه مذاکره را هموار میکند؟ همچنین در برنامه امشب 99 تقدیم مجلس شورای اسلامی، ارائه لایحه بودجه سال آینده ایران به مجلس زیر سایه تحریم ها، افزایش مالیات و فروش اوراق قرضه برای جبران از دست رفتن درآمد نفت. شوک بزرگ در اردوگاه آبی پوشان، استراماچونی سرمربی استقلال رفت چون پولش را ندادند. و قهرمانی آنتونی جاشوا بوکسور بریتانیایی در ریاض. منتقدان میگویند عربستان از ورزش استفاده سیاسی میکند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. برای اولین بار بعد از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، تهران و واشنگتن وارد یک همکاری شدند، آن هم در مرحله عمل. ایران ژائو وانگ تبعه آمریکایی چینی تبار را آزاد کرد و آمریکا هم مسعود سلیمانی را، هر دو چهره‌های دانشگاهی. بعد از آن پیام قدردانی دونالد ترامپ از ایران منتشر شد و تشویق به گفتگو. ولی بلافاصله آقای ترامپ در یک سخنرانی دیگر در جمع طرفداران اسرائیل به تندی از حکومت ایران انتقاد کرد و گفت که ایران آتش بیار معرکه است در سراسر خاورمیانه. در روزهایی که آمریکا میگوید سیاست فشار حداکثری در حال فلج کردن اقتصاد ایران است، این مبادله چه معنایی دارد؟ رئیس جمهوری آمریکا مثل همیشه یکی به نعل میزند و یکی به میخ. این روش برای سردرگم کردن رهبران ایران است؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از مهدی بیگی. بازگشت به کشور بعد از 14 ماه و اشک‌های شوق خانواده. وزیر خارجه ایران از این تبادل زندانی راضی است و به ایران برگشتن به آغوش کشور. استادی که بارها بهشون پیشنهاد شده در این دوره که به جای برگشتن به کشور و یا در زندان موندن بپذیرند که اونجا بمونند، و این استاد وطن پرست ما این کار رو انجام ندادند. مسعود سلیمانی، رئیس انجمن هماتولوژی ایران و پژوهشگر سلول‌های بنیادی، بیش از یک سال پیش با یک ویزای 6 ماهه مطالعاتی به ایالت مینسوتای آمریکا رفته بود که به اتهام نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران بازداشت و زندانی شد. دو تا از دانشجوهای آقای دکتر که یه سری فاکتور مصنوعی هورمون رشد رو منتقل می‌کردن، در حقیقت یه جورایی حالا یا برای کار تحقیقاتیشون یا برای تزشون بود، توی فرودگاه اینا رو گرفته بودن. کجا؟ فرودگاه جورجیا. و ایشون متاسفانه وقتی که بازخواستش کردن اعلام کرده که من اینا رو برای استادم دکتر سلیمانی دارم میبرم. ما واقعا نمیدونیم وقتی دادستمون اومد چی بهش بگیم. میگی مادرت کجاست؟ به چه جرمی یه نفر باید مادرش از دنیا بره نبیندش؟ اونم این پسر، این مادر، این رابطه. آقای سلیمانی مادرش را از دست داد، اما حالا آزادیش را به دست آورده، البته در ازای آزادی این شهروند آمریکایی ژائو وانگ، پژوهشگر چینی تبار تاریخ که به اتهام جاسوسی در ایران به 10 سال زندان محکوم شده بود و از 3 سال پیش زندانی بود. او گفته بود که برای تحقیق درباره روابط ایران با قدرت‌های استعماری در دوره قاجار به ایران سفر کرده. رئیس جمهوری آمریکا این مبادله را تبادل گروگان با گروگان نامید و از آن ابراز خوشنودی کرد. فکر می‌کنم این برای ایران خوب بود، برای اینکه نشون بدیم میشه یه کاری بکنیم. این میتونه پیش درآمدی باشه بر کارهایی که میشه انجام داد. حدود 4 سال پیش هم در حالی که وزرای خارجه ایران و آمریکا برای خواندن بیانیه اجرایی شدن توافق هسته‌ای برجام به وین اتریش رفته بودند، دو کشور چند زندانی مبادله کردند، اما دیگر تبادلی صورت نگرفت. 6 ماه پیش و بعد از آزادی نزار زکا، تبعه لبنان که اقامت دائم آمریکا را دارد، بحث مبادله زندانی ها میان ایران و آمریکا دوباره مطرح شد.
اواخر مهر ماه وزارت خارجه ایران گفت تلاش‌های دیپلماتیک و حقوقی برای آزاد کردن زندانی‌های ایرانی در آمریکا ادامه دارد و فهرستی از اسامی این افراد را برای آمریکا فرستادند. جزئیاتی از این فهرست ارائه نشد، اما کمی بعد وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که به زودی خبرهای خوبی در مورد آزادی مسعود سلیمانی بشنود. بالاخره خبر خوشی که آقای ظریف منتظرش بود از راه رسید. بعد از آزادی ژیائو وانگ، حالا بر اساس اطلاعات موجود دست کم 3 تبعه آمریکا در ایران همچنان زندانی‌اند. باقر نمازی و پسرش سیامک نمازی شهروندان آمریکایی ایرانی که به جرم جاسوسی هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. و مایکل وایت، سرباز پیشین ارتش آمریکا که از تابستان پارسال در زندان به سر می‌برد. البته آمریکا می‌گوید شهروند دیگری دارد که در ایران ناپدید شده. رابرت لوینسن، کارمند بازنشسته بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته پلیس فدرال آمریکا که گفته شده 12 سال پیش برای تحقیق درباره قاچاق سیگار به جزیره کیش رفته بود، اما ناپدید شد. ایران همواره زندانی کردن او را رد کرده. اما به خاطر مسائل امنیتی و احتمالاً به خاطر محرمانه بودن مذاکرات برای تبادل زندانی‌ها، فهرست دقیقی از شهروندان ایرانی زندانی در آمریکا در دسترس نیست. نازنین زاغری، متولد تهران، اوایل دهه 80 چند ایرانی دو تابعیتی یا شهروندان کشورهای دیگر در سالهای اخیر با اتهام‌های امنیتی در ایران بازداشت و در مواردی به مجازات‌های زندان طولانی محکوم شدند. فعالان حقوق بشر حکومت ایران را متهم می‌کنند که این افراد را گروگان گرفته تا از آنها به عنوان اهرم فشار در مذاکره با این کشورها استفاده کند. از طرف دیگر مقام‌های ایرانی هم خواهان آزادی افرادی شدند که آمریکا به دلایلی چون نقض تحریم‌ها زندانی کرده. مهدی بیگی، BBC. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از نیویورک آمریکا با ماست و همینطور منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از همین شهر. آقای فرهنگ، مبادله زندانی، تشکر آقای ترامپ از ایران بعد انتقادتون در شورای اسرائیلی آمریکایی IAC رو چطور میشه کنار هم گذاشت؟ از نظر منافع سیاسی ترامپ هیچ تضادی بین این دو موضوع وجود نداره. یعنی اینکه او میخواد به اسرائیلی ها بگه که در رابطه با اختلاف شما با ایران ما انتقادات و یا حملات خودمون رو، ضدیت خودمون رو به ایران ادامه میدیم که بیشتر مربوط به سیاست خارجی ایران در منطقه است. ولی وقتی آقای ترامپ میاد از ایران تشکر میکنه و میگه که این تبادل منصفانه بوده و اجازه به ما میده که وارد معاملات دیگر بشیم، آمادگی خودش رو که او همیشه آماده بوده، آمادگی خودش رو برای مذاکره با ایران داره اعلام میکنه. یعنی از هر دو جهت، هر دو موضع برای مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ میتونه مفید باشه. بنابراین اگرچه به ظاهر یک تضادی بین این دو موضع وجود داره، ولی در چارچوب اهداف سیاسی آقای ترامپ هیچ تضادی بین این دو موضع نیست. آقای آرامش، یک جمله مشهوری از هری ترومن، هست رئیس جمهوری قبلی آمریکا، که گفته میشه اگر طرف مقابل رو نمیتونی قانع بکنی، او رو سردرگم و گیج بکن. این کاریه که داره آقای ترامپ میکنه. البته من امروز از واشنگتن به خدمتتون میرسم و همون پرزیدنت هری ترومن هم میگه اگر در واشنگتن یه دوست واقعی میخوای، یک سگ رو برو بگیر. دوست واقعی پیدا نمیشه در واشنگتن. عرضم به حضور شما که این مسئله آقای ترامپ و مبادله گروگان ها از بخشش بخش حقوقیه و بخشش هم بخش سیاسی. از لحاظ حقوقی ما اینجا دو تا مسئله داریم. مسئله است که یک سری آدم ها رو یک سیستم قضایی نظامی امنیتی گرفته، اونها رو بهشون محکمه عادلانه نداده و بدون هیچ شفافیتی آمده نگه داشته بدون مدت های طولانی. از اون طرف در سیستم قضایی ثانویه، یعنی در ایالات متحده، متهمین نه تنها براشون وکلا فراهم شده، بلکه اگر نمیتونستن براشون وکلای مجانی گرفتن و نیومدن در تلویزیون اینها رو ازشون اعترافات اجباری و غیر ذالک بگیرن. در هر صورت این اختیار رئیس جمهور آمریکا است که هر کسی رو میخواد عفو بکنه اگر در جرایم فدرال، نه ایالتی، و اونها رو بفرسته برن و غیر ذالک.
از لحاظ سیاسی این که ایالات متحده و جمهوری اسلامی الان در مقطعی هستند که بخواهند حتی بیشتر از این با هم سر این مذاکره بشینن، سر میز مذاکره بشینن، من بعید میدونم. الان از لحاظ مقطعی یک چیز مقطعی موقت و به قول معروف نقطه‌ای بوده، اما اینکه بخواهند در مسائل بزرگتر مثل مسئله هسته‌ای، مسائل موشکی، مسائل اختلافات ایالات متحده و متحدینش در منطقه با جمهوری اسلامی سر میز مذاکره بشینن، اختلافات دو طرف آنچنان گسترده و وسیع هست که از یک طرفی مشروعیت ضد آمریکای بودن نظام رو زیر سوال میبرد و از اون طرف ایالات متحده خیلی سخت براش خواهد بود که بخواد در مسائلی که میگم انقدر اختلاف وسیع هست به نقطه توافقی جامع و مانع با جمهوری اسلامی برسد. قبل از اینکه من سوالی از آقای فرهنگ بپرسم میخواستم یک نکته هم همینجا از شما بپرسم با توجه به پاسخی که دادید. آقای ترامپ گفته گروگان در برابر گروگان، آیا معناش نمیتونه باشه که به شکلی ضمنی آمریکا اعتراف کرده که آقای سلیمانی رو گروگان گرفته بوده؟ خب خوب شده که این حرف رئیس جمهوری مثل آقای ترامپ زده. ایشون نه وکیل هست نه حقوقدان هست، از اون طرف سیاستمدار هم نیست. در همین پروسه به قول معروف استیضاح ایشون شما نگاه کنید آنچنان حرفای ضد و نقیض زده که عملا مهمات و شواهد و مدارک داره به طرف مقابل میده. حرفایی که ایشون میزنه چه فلبداهه چه غیره خیلی اینجا نباید بهش مته به خشخاش گذاشت، اما از اون طرف این حرف رو زده میخواسته بگه حالا گروگان غیر گروگان. بنده همونطور که میدونید خیلی طرفدار عجیب و غریبی ایشون نیستم و از اون طرف هم از لحاظ حقوقی که نگاه میکنید بالاخره یک نفر از تمامی وسائل حقوقی یک کشور دسترسی داشت و طرف مقابل محروم بود و اینکه حالا آقای ترامپ امری فرمودند این وحی منزل نیست و از حرف هایشون در این چند سال در توییتر و غیر و ذالک رو تو میدونید که ایشون چقدر خودش رو واز میکند در حرف های ناشایست که بعدها به خودش هم ضربه میزنه. بسیار. آقای فرهنگ، آمریکایی ها به شرایط امروز ایران آگاه هستند، از نظر زمان بندی چطور این روزها رو انتخاب کردند که هنوز حتی تعداد کسانی که در سرکوب های اخیر کشته شدن روشن نیست؟ اول اجازه یک نکته من اضافه بکنم در این گفتگویی که با دوست داشتین و اون اینه که آقای مسعود سلیمانی به اشتباه خودش اعتراف کرده بود و وکلای او وارد گفتگویی با دادستان بودند که در واقع او با اعتراف به این اشتباه خودش به زودی آزاد بشه. بنابراین حداقل از نظر آقای سلیمانی برای دادگاه او به هیچ وجه خودش رو گروگان نمیدونست، بلکه مشکل رو در اشتباهی که رابطه با فهم قانون تحریم ها بود تعریف میکرد. ولی علت این که در این زمان خاص من فکر میکنم که ایران اگر در این لحظه چون افکاری که امروز در روزنامه های مثل آمریکایی راجع به خشونت در ایران می نویسن، این در واقع یکی از مسائلی بود که تونست توجه عام رو تا حدی حداقل برای کوتاه مدت از ظلم و جوری که در ایران به تظاهر کنندگان بود جدا بکنه. ولی توجه داشته باشیم که آقای ترامپ سخت علاقمند به مذاکره با ایران و در رابطه با آزادی گروگان ها و یا آزادی مسئولین آمریکایی در ایران، این رابرت لوینستونه که 12 سال پیش گرفته شده و او عضو پلیس فدرال آمریکا بود، حتی در زمانی که در ایران بود در واقع او کنتراچی سیا بود. ایران سالها و سالها کتمان میکرد که چنین فردی رو هرگز میدونسته، ولی حدود 1 ماه قبل برای اولین بار و به طور غیر منتظره اعلام کرد که پرونده آقای رابرت لوینستون در دستگاه قضایی ایران مطرحه و بالاتر از اون یک داوود صلاح الدین، کسی که آقای اکبر که در 1980 آقای اکبر طباطبایی رو ترور کرد، در مصاحبه ای که با یکی از تلویزیون های آمریکایی داشت گفت که او آقای رابرت لوینستون رو در اونجا دیده و رابرت لوینستون به دلیل اهمیتی که از نظر پلیس فدرال با تشکیلات سیا داره، آزادی او برای دولت ترامپ بسیار بسیار مهمه، برای اینکه او میتونه از آزادی او به عنوان دستاوردی در سیاست خارجی خودش در مبارزات انتخاباتی استفاده بکنه. خیلی جالبه که دقیقا همزمانی که میگفت
جیوبانگ آزاد شده، گفت او در زمان پرزیدنت اوباما دستگیر شد و در زمان ماست که آزاد میشه. بنابراین انگیزه های آقای ترامپ در واقع نقش محوری در رابطه با این مذاکرات ایفا میکنه. بنابراین این طنز تلخ تاریخه که ایران اگر بخواد با پرزیدنت ترامپ وارد مذاکره بشه، امکان این که بتونه دستاوردهای حداقل قابل تحملی به دست بیاره بیش از اون چیزیست که حتی به نظر من میتونست با اوباما یا بوش داشته باشه. یک نکته رو شما فرمودید، بعد خبرگزاری آسوشیتد پرس نقل کرده بود که گویا آقای لوینسون پرونده باز داره در ایران. بعداً سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که هیچ پرونده قضایی یا حقوقی در ایران نداره. بنابراین خیلی روشن نیست همونطور که شما اشاره کردید. مونتا آقای آرامش، آنچه که الان دیده میشه، شما اشاره کردید به اینکه خب خیلی نمیشه امیدی داشت به اینکه آمریکا و ایران بخوان یا بتونن رابطشون رو اثر بگیرن یا مشکلاتشون رو حل بکنن، ولی بالاخره گفتگویی صورت گرفته، پشت پرده هم بوده و نتیجه هم داده، و اون هم در زمانی که به نظر میاد اوج فشارهای حد اکثری آمریکا در حال وارد شدن بر ایرانه. ببینید، اگر همچین چیزی بوده خب ترخونده و میمون هست. اگر دو طرف بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن و از یک طرفی از فشاری که به مردم هست کمتر بشه، ولی از اون طرف هم بالاخره جمهوری اسلامی از رفتار و اعمال و کردار ناپسند و ناشایستی که هم در داخل و هم در منطقه داره بکاهد، خب چرا که نه. اما همچین چیزی به احتمال زیاد اتفاق نخواهد افتاد. ببینید، هویتی که یک رژیم برای خودش تعیین و تعریف و تعبیر کرده، هویتی است ضد استعماری و ضد استکباری و ضد آمریکایی در منطقه. همین که بیان سر مسائل بزرگتر و مسائل ریشه ای تر بخواهند با این شیطان بزرگ سر میز مذاکره بشینند، این عملا خب داره از مشروعیت اونها برای اون خواستگاه اجتماعی و طرفداران اونها کمتر میکنه. اما در مسائل مقطعی کوچک و نقطه‌ای دو طرف میتونن مذاکره بکنن و چرا که نه، هر چه زودتر امیدوارم که شهروندان بیگناه هر دو بتونن آزاد بشن و به سر زندگیشون و خانوادهشون برگردن. اما اگر مسئله هم مسئله حقوقی است و هم مسئله سیاسی، و آقای ترامپ هم اینجا شاید به قول آقای فرهنگ که صحبت‌های بسیار جامع و مانع هم فرمودند، این طنز تلخ تاریخ است که این آقای ترامپ از آب در اومد که به خاطر اون علایق و منافع شخصی و سیاسی که دارد حاضر است که از استکاکات بکاهد و از اون طرف هم حاضر است بر استکاکات بیفزاید. بستگی دارد که ایشون چه منطق و چه سیاستی رو دنبال کند، سیاست آقای ترامپ که میخواهد منتخب بشود و استکاک نظامی در خاورمیانه نداشته باشد، یا نه سیاست آقایانی مثل پامپئو و براین هوک و غیرزاله که میگوین جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن ایالات متحده در منطقه است و با او باید برخورد بشه. آقای منصور، این روزا خب گروه های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران هم فعال هستن، این مبادله برای این گروه ها چه مفهومی داره؟ در عده‌ای هستن که فکر میکنن این فشارهای اقتصادی انزوای سیاسی ایران بوده که در واقع ایران مجبور شده به صدا این کار رو بکنه، که به نظر من به هیچ وجه صحیح نیست. این منافع طرفین بوده. به طور کلی ما بعد ایران رو از تبلیغات ایران رو و یا ادعاهای ایدئولوژیک ایران رو از ماهیت رژیم جدا بکنیم. رژیم ایران هدف اساسیش ثبات و بقای رژیمه، و در این رابطه مثل استالینیستا، مثل فاشیستا معتقدن که هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی تقیه میکنن. بنابراین اگر برای رژیم لازم باشه و نیاز به این پیدا بکنه که ثبات بقای خودش خود میکنه که وارد مذاکره بشه، اشکالی نداره. در جنگ ایران و عراق قبل از این که آقای خمینی حاضر باشه صلح رو بپذیره، حداقل آتش بس رو بپذیره، اگر کسی دیگر این حرف رو زده بود ممکن بود سر از زندان و شکنجهگاه در بیاره. در واقع رژیم هایی که با ایدئولوژی سر کار میان و میخوان روی زمین بهشت بسازن، با گذشت زمان قدرت و مطلق اندیشی تعیین کننده اهداف اونا میشه. اگر از نظر تبلیغاتی و گفتمان های ایدئولوژیک میتونن اون رو ادامه بدن، واقعیت امر اینه که خیلی جالبه واقعا که در برابر فردی قرار گرفتن که او هم از نظر
اخلاقی و معنوی شباهت‌های بسیار زیادی با آقای خامنه‌ای داره. یعنی خمینیسم و ترامپیسم یک هماهنگی‌هایی دارند که آقای ترامپ سخت علاقمنده که یک آخوند در پلوش واسه و بگه که من سرانجام تونستم که رهبر ایران رو به کاخ سفید بیارم، همینطور که قرار یوان رو به کاخ سفید دعوت بکنه در روزهای آینده و بگه که این رهبری من و سیاست من بود که ایران رو مجبور کرد به اینجا بیاد. براشم زیاد مهم نیست که نتیجه مذاکرات چی میشه. یعنی به نظر من برجام میتونه اسمش عوض بشه ولی ماهیتش همون بمونه و آقای ترامپ این رو یک دستاورد بزرگ سیاست خارجی در انتخابات ازش استفاده بکنه. چرا؟ برای اینکه حزب جمهوری خواه که 100% پشتیبان اوست در این رابطه و جمهور دموکرات ها هم غالب دموکرات ها مخالف خروج آمریکا از برجام بودن، اونها هم در رابطه با مذاکره اشکالی با آقای ترامپ نمیگیرن. بنابراین خیلی جالبه که ترامپیسم و خمینیسم در برابر در تقابلی قرار گرفتن که کدومشون میخواد نرمش قهرمانانه نشون بده. ترامپ سخت حاضر به نظر من حاضره که بیاد تحریم های حداقل فروش نفت رو برای مدتی لغو بکنه، ولی قبل از اینکه این کارو بکنه میخواد ایران یک به اصطلاح انگیزه یا مشوقی به او بده که او بتونه از این انگیزه و مشوق استفاده و بهره‌برداری سیاسی. وقتمون خیلی محدود آقای فرهنگ، خیلی ممنون از اینکه بیان کردید. آقای آرامش، خیلی کوتاه، زمان تا انتخابات خب کمتر از یک سال دیگه مونده، زمان به نفع کدوم طرفه، ایران یا آمریکا؟ سوال بسیار سختی است جواب دادنش. انتخابات در آمریکا اولین روز سه‌شنبه اولین یعنی اولین سه‌شنبه نوامبر برگزار خواهد شد و این بر اساس قانون هست. از اون طرف اینکه چه کسی خواهد برد هیچ کس خبر نداره. روز آخر انتخابات بنده سر صبحش نشستم در تلویزیون گفتم که امروز خانم کلینتون فلان و فلان و فلان، تمامی نظرسنجی ها به نفع طرف مقابل بود ولی آقای ترامپ پیروز و فاتح از آب درآمد. تا روز لحظه آخر باید ببینیم چه خواهد شد، چون انتخابات مثل توپ فوتبال یک سکه میمونه که میره بالا 1100 چرخ میزنه تا بیاد پایین. به خاطر همین پیش بینی های غیر معقول خواهد بود. سپاسگزارم از آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما، و همینطور منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون از نیویورک با ما. و اما رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه سال آینده را به مجلس داد. حسن روحانی با اشاره به کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران بر اثر تحریم‌های آمریکا آن را بودجه استقامت نامید. رقم بودجه کل دولت در سال آینده 1,988,000,000,000 تومان اعلام شده که با در نظر گرفتن قیمت دلار در بازار آزاد معادل حدود 150 میلیارد دلار است. یک چهارم این رقم بودجه عمومی دولت است و بقیه بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها. دولت در لایحه پیشنهادی مالیات و عوارض خروج از کشور را بالا برده ولی یارانه‌های نقدی را چندان تغییر نداده. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. بودجه 99 تقدیم مجلس شورای اسلامی. بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم. حسن روحانی بودجه سال 1399 را در حالی به مجلس داد که سال آینده را سال فشار حداکثری و ادامه تحریم ها خواند، اما در این حال تصویری مثبت از وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده توصیف کرد. این بودجه به دنیا اعلام میکنه که علارغم تحریم ما کشور را اداره خواهیم کرد، مخصوصا از لحاظ نفت. صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا به شدت کاهش پیدا کرده. شرکت اطلاعات انرژی و رادیویی نفتکش‌ها کپلر می‌گوید صادرات روزانه نفت ایران در ماه نوامبر ماه گذشته میلادی حدود 213 هزار بشکه بوده و بعد از کشورهای گابون و گینه کمترین میزان صادرات در میان کشورهای عضو اوپک است. در لایحه بودجه سال آینده دولت صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه 52 دلار را در نظر گرفته. بودجه عمومی سال آینده دولت ایران 484 هزار میلیارد تومان اعلام شده. تقریبا بودجه سال 99 با شرایطی که ما پیش بینی کردیم خیلی به نفت اتکا نداره. بودجه پیشنهادی دولت با انتقادهایی از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم روبرو شد. پیش بینی 175 هزار میلیارد تومان مالیات در بودجه سال 99
بدون اینکه برای بازنگری بشه در مافهای مالیاتی و بازنگری بشه در یا تدابیر اتخاذ بشه برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، هم غیر واقع است هم کم. نمایندگان 10 روز فرصت دارند پیشنهادات خود درباره بودجه را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس بفرستند. اون چی که ما در کمیسیون الان مورد توجه قرار میدیم اینه که هزینه‌هایی که انجام میشه، هزینه‌های بالاسری، بهای تمام شده کالا و خدماتی که تو شرکت‌های دولتی است، اینا با نرم‌ها و استانداردها میخونه یا نه؟ سقف بودجه عمومی سال آینده 24% نسبت به امسال افزایش دارد. حسن روحانی همچنین گفته دولت ایران 5 میلیارد دلار از روسیه قرض می‌گیرد که 2 میلیارد دلار آن نهایی شده. به گفته او این وام شرایط اقتصادی ایران را بهتر می‌کند. در 24 آبان ماه طرح سران سه‌قوه برای افزایش قیمت بنزین اعلام شد. طرحی که جرقه اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران را زد و با سرکوب شدید و سریع حکومت روبرو شد. سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان در این اعتراض‌ها را دست کم 208 نفر اعلام کرده، هرچند گفته که شمار واقعی کشته شدگان احتمالاً بیشتر است. اعتراض‌های اخیر در صحبت‌های امروز حسن روحانی جایی نداشت. در مقابل آقای روحانی گفت تلاش می‌کند سختی‌های مردم کاهش پیدا کند. تحلیلگران می‌گویند بودجه پیشنهادی حسن روحانی چندان واقعی و دقیق نیست و ارقامی که او پیشنهاد کرده نشانگر افزایش نیاز دولت به منابع مالی در شرایط تحریم است. فرین آسمی، بی بی سی. احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی از تهران با ما. آقای سلطانی، جای خالی درآمد نفتی رو چطور میتونم پر کنم؟ با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، اجازه فرمایید من قبل یک توضیح بدم درباره وضعیت بودجه سال 1399. اونجوری که ما برآورد کردیم بر اساس تورم تولید ناخالص، درآمد اقتصادی یا تولید ناخالصی داخل ایران تو سال 99 به 4000 تا 4500 هزار میلیارد تومان بالغ میشه. ما تو این بودجه میبینیم که مالیات ها با 175 هزار میلیارد تومان حدود 4% درآمد اقتصادی ایران پوشش میده، یعنی مالیات ها خیلی پایینه. شما اینو در نظر بگیرید که مثلا ما در کل جهان حدود 15% میانگینه نسبت مالیات ها به درآمد اقتصادی، توی ترکیه 18% و توی انگلستان 26%. بودجه عمومی دولت به 484 هزار میلیارد تومان بالغ میشه در بودجه 99 که حدود 12% درآمد اقتصادی خواهد بود، که اینو بعد مقایسه بکنیم با سال 94 در حدود 20% یا میانگین جهانی 27% یا این نسبت برای ترکیه 34 و انگلستان 36%. یعنی در بودجه سال 1399 ما با انقباض شدید بودجه و در این حال کاهش سهم مالیات ها به میزان بسیار ناچیز از تولید ناخالص یا درآمد اقتصادی کشور روبرو هستیم. بسیار خوب، این بحث درآمد است. بر خب آقای سلطان ببخشید، من همینطور اعدادی که شما گفتید رو کاغذ نوشتم، اون تا خیلی نتونستم معنا و مفهوم اونها رو بفهمم. به خاطر اینکه بخوایم مسئله رو ساده بکنیم برای بیننده های ما، شما میفرمایید که سهم مالیات در این بودجه کم در نظر گرفته شده؟ بله، به شدت پایینه. من عرض کردم که سهم مالیات در بودجه سال آینده نسبت به درآمد اقتصادی یا جی دی پی در حدود 4% است که بسیار. خیلی خیلی پایینه، یعنی مالیات پایینه، در حالی پایین. که خب این سهم در کشورهای دیگه بسیار بالاتره. فرمودید در ترکیه 18%، جای دیگه 15%، در بریتانیا هم که ما هستیم 20 تا 25% هست. بله. در هر صورت آقای سلطانی، خب حالا اینا بالاخره باید اگر میخوان بودجه رو درست بکنن باید به درآمد مالیات به درآمد از مسیر از راه مالیات فکر کنن، باید راههایی از این دست رو بسنجن. سوال من این بود که وقتی بودجه عظیمی که فروش نفت در اختیار دولت قرار میداد رو ندارند، راههای معقول و منطقی و عملی براشون برای تامین این بودجه چیه؟ ببینید، شما وقتی که درآمد نفتی رو ندارید بایستی به درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای جایگزین دیگه به اصطلاح ورود بکنید. من یک وصیتی رو به شما انجام میدم، اونم این است که ما در سال گذشته و سال جاری حدود 400 هزار میلیارد تومان
که تقریبا برابر با بودجه دولت هست و به صورت رانت منابع معدنی، گاز، نفت و انرژی الکتریکی به بنگاه‌های خصولتی در کشور دادیم، به بنگاه‌های انرژی بر. خب اینو دولت میتونه یه مقدارش کاهش بده، یعنی به راحتی میتونه 200,000 میلیارد تن از اینو برگردونه و ما به اصطلاح معافیت‌های مالیاتی گسترده داریم. ببینید ما در همین الان که دارم با شما صحبت میکنم ما در حدود 2 میلیارد تومان فقط بنگاه‌هایی که از رانت منابع استفاده میکنن معافیت مالیاتی دارن یا مالیات کم میدن. در همین حال شما میبینید که بخش عظیمی از اقشار مالیات نمیدن، اقشاری که در آن بالا دارن. ما از زندگی لوکس، از اینجور چیزها مالیاتی نمیگیریم. مالیات ثروت در ایران خیلی پایینه. شما دقت بفرمایید، ما محاسبه کردیم اگه ما به اندازه که دولت چین از املاک و مستقلات و ویلای لوکس و غیر وزالک مالیات میگیره، ما اگه مالیات بگیریم نصف بودجمون تامین میشه. بله شما فرمودید که سهم مالیات خیلی کمه. خیلی خب، بقیهش رو چطور میخوان تامین بکنن؟ مثلا میخوان پول چاپ بکنن؟ شما فرمودید که یک بنگاهایی هست که میشه اونها رو ارائه بکنن، اونها رو به حراج خواهند گذاشت یا مثلا از صندوق توسعه ملی میخوان استفاده بکنند؟ خدمتتون عرض کنم، ببینید در همین بودجه چیزی که مشخص هست این است که 90% بودجه شرکت‌های دولتی در ایران شامل شرکت‌های ملی نفت و گاز و شرکت‌های به اصطلاح آب و برق و گاز و استانی هست. ما ببینیم که بودجه این شرکت‌های دولتی 16% رفته بالا، یعنی فروش نفت و این منابع بناس 16% بره بالا. هنگامی که ما نگاه میکنیم میبینیم که توی ما فروش نفتون به شدت پایین خواهد بود توی سال آینده و بودجه هم اینو نشون میده، مفهومش اینه که قیمت نفت و فرآوردهای نفتی و گاز و برق و آب و اینا در بودجه سال آینده بلتاب کاهش پیدا میکنه. به عنوان مثال من یک مثال ساده بزنم، ما حساب کردیم با اعتصاب بنزینی که صادر میشه، افزایش قیمت بنزین و فرآورده نفتی، در سال آینده دولت حدود 780,000 میلیارد تومان فقط از محل افزایش بهای بنزین درآمد کسب میکنه. بنابراین اون چیزی که ما خواهیم دید همونجوری که شما فرمودید، دولت راهکارهایی که در نظر میگیره، یک این هست که استقراض میکنه، دو بنگاه‌های دولتی رو میفروشه، سه هزینه‌های خدمات دولتی و سوخت و آب و برق و گاز اینا رو بالا خواهد بود و فشارش رو میاره بیشتر به اقتصاد، در حالی که دولت میتونه با اخذ مالیات، با کاهش رانت انرژی و منابعی که داره به بنگاه‌های خاص پرداخت میکنه، بودجهشو به راحتی تامین کنه. یعنی هیچ مشکلی وجود نداره، اما واقعیت اینه که این کار انجام نمیشه. ما حساب کردیم الان حدود 1/3 درآمد اقتصادی یا جی دی پی ایران داره نصیب یک گروه خاص میشه، یعنی این حجم این 2 برابر بودجه دولت هست. خب وقتی که دولت میاد منابعش رو بخشش میکنه به یک گروه خاص، خب طبیعتاً بودجه نداره. ببینید ما کیک جی دی پی ما یا کیک اقتصاد ما تو این 3 سال 15% کوچک شده. آقای سلطان خیلی وقتمون کمه، خیلی کوتاه، این گروه خاص کیان اینا؟ این گروه خاص شامل خدمتتون عرض کنم به تعبیر اقتصاد دانها ائتلاف قالب شامل بنگاه‌های خصولتی میشه، بنیادها میشه، نهادها میشه و همچنین یک گروه کوچکی که اینها به دولت و به قدرت وصله. خیلی ساده. ممنونم از احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی از تهران با ما. جوسپ بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا برخورد قهرآمیز حکومت ایران با معترضان در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر را تقبیح کرده. آقای بورل در بیانیه‌ای از طرف اتحادیه اروپا گفته که مستندات نشان می‌دهد با وجود درخواست‌های متعدد از حکومت ایران برای خیشتنداری، نیروهای امنیتی با خشونت بیش از حد باعث شدند عده زیادی از مردم کشته شوند. و از حکومت خواسته که بگذارد برای تعیین شماره دقیق جانباختگان و بازداشت شدگان تحقیقاتی شفاف صورت بگیرد.
شهرداری تهران میگوید اطلاعات به دست آمده درباره بوی تعفن در بعضی از مناطق این شهر به ستاد بحران فرستاده شده. پیروز حناچی نگفته که منشأ اصلی این بوی نامطبوع چیست، ولی چند احتمال را مطرح کرده. او گفته بررسی ها نشان داد که جهت باد با شبکه فاضلاب تهران منطبق بوده و ممکن است منشأ این بو منطقه آرادکوه و حوالی فرودگاه امام خمینی باشد. حدود یک سال پیش هم بوی نامطبوع در بخش های وسیع از تهران منتشر شد. خبری ورزشی که ساعتی پیش منتشر شد برای طرفداران تیم فوتبال استقلال تهران هم مثل بمب صدا کرد. آندرا استراماچونی، سرمربی موفق آبوپوشان پایتخت، از این تیم جدا شد. رسانه‌ها میگویند این سرمربی ایتالیایی و دستیارانش قراردادشان را در اعتراض به بی‌نظمی در پرداخت حقوق و دستمزد لغو کردند. استقلال با هدایت او به یکی از بهترین تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران تبدیل شد و با پیروزی 1-0 هفته گذشته مقابل شهر خودرو توانست بعد از مدت‌ها صدرنشین لیگ شود. مدیران باشگاه استقلال در جلسه اضطراری تصمیم گرفتند جواد زرنینچه را به عنوان سرمربی موقت استقلال معرفی کنند تا فردا در مسابقه با پیکان در لیگ برتر جای استراماچونی بنشیند. امیر متقی، کارشناس ورزشی از زوریخ با ماست. آقای متقی، چه اطلاعاتی دارین در مورد این استعفا؟ چرا اگر موضوع دستمزد و حقوق بوده چرا اینقدر به یک باره و آنی که به نظر میاد خود باشگاه استقلال هم غافلگیر شده؟ ببینید، البته بدقولی در پرداخت حقوق آقای استراماچونی و کادر همراهشون اولین بار نیست که اتفاق میفته، اما ایشون در تمام این مدت با اینکه بی‌نظمی در پرداخت وجود داشت اما در ایران موندن و برخلاف مثلا آقای ویلموتس در تیم ملی که رها کردن، قهر کردن و رفتند از ایران، اما ایشون در تمام این مدت هم به همراه خانواده در ایران موند و با مشکلات دیگری هم در واقع دست به گریبان بود، از جمله زمین تمرین استقلال بارها با مشکل مواجه شد، بازیکنان بر خاطر همین بی‌نظمی در پرداخت و دیر شدنه در واقع دریافتشون اعتصاب کردن، ولی تمام اینها رو مدیریت کرد آقای استراماچونی. یک بار حتی میخواست از کشور خارج بشه چند روز به دلیل مشکلی که برای ویزا داشت، تا فرودگاه امام رفت و اونجا متوجه شد که نمیتونه خارج بشه و برگشت، ولی در تمام این مدت با متانت فقط سعی کرد که تمرکزش روی ساختن تیم استقلال باشه و در ابتدا هم کار مشکلی به نظر میرسید با توجه به کادری که در اختیار داشت، کادری که ضعیف شده بود از لحاظ بازیکنان منظورم هست، اما با تمام اینها به موفقیتی تاریخی رسید در واقع با استقلال و امسال بسیار خوب نتیجه گرفت. اون چه که الان به نظر میرسه مشکل اصلی رو ایجاد کرده اتفاقی هستش که در واقع در ایتالیا در مورد حساب‌های بانکی ایشون افتاده و اینکه اخطاری که پلیس ایتالیا داده به ایشون بابت اینکه این در واقع پرداخت‌هایی که به حساب ایشون شده خیلی بی‌نظم بوده، از طرف افراد غیر مشخصی بوده و اینها نمیتونه در واقع توجیه پرداخت حقوق ایشون از طرف یک باشگاه فوتبال در ایران باشه. در مجموع احتمالاً ضربه بزرگی به استقلال و هوادارانش و همینطور آبی پوشانی مثل شما که آبی هم پوشیدید هست. بله، ضربه بزرگی برای باشگاه استقلال هست. در واقع ما امروز در خبرها داشتیم که اعلام شد که آقای زرینچه مسئولیت فنی رو در بازی فردا به عهده خواهند داشت. البته خود ایشون گفتن که نه به عنوان سرمربی بلکه به عنوان سرپرست فردا رو نیمکت می‌نشینن. من در واقع اولا توقع دارم از آقای محمد نوری‌فر به عنوان مدیر رسانه‌ای باشگاه استقلال، کسی که خودش خبرنگار ورزشی بوده، سالها در کنار ما فعالیت رسانه‌ای کرده، در روزنامه شرق بود و جاهای مختلف، ایشون باید در واقع نقش خودشون رو الان به عنوان کسی که مسئولیت شفاف سازی اخبار رو داره به عهده بگیره و پررنگتر باشه در واقع این فعالیت ایشون. وقتی که این اتفاق به صورت رسمی از طرف باشگاه استقلال نمیفته، این اخبار در کانال‌ها و در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و
هوادار استقلال نمیدونه که کدوم یکی از اونها رو میتونه در واقع باور بکنه. من مطلع شدم که در واقع بخش از بازیکنان استقلال، بزرگان استقلال در واقع فردا میخوان که در مقابل پیکان تیم در واقع وارد زمین نشه و این حمایتی باشه از استراماچونی که در تمام این مدت با تمام مشکلات به همراه خانواده‌اش در ایران مونده و فعالیت کرده و حالا هم اینطوری در واقع مجبور به جدایی شده و این سه امتیاز بازی فردا رو فدای در واقع همبستگی و حمایتشون از حق و حقیقت بکنن. نمیدونم تا چه حد در واقع این خبر درست هست و آیا این فقط خواسته هواداران هست یا واقعا بازیکنان استقلال هم در واقع در این قضیه دخیل هستن. اما یک اتفاق خیلی عجیبی که افتاده این هستش که آقای فتحی امروز سر تمرین استقلال حاضر شده و گفته که فردا بازیکنان در واقع با هدایت آقای زرین چه همون کارهایی رو که در واقع در این مدت تحت در واقع نظر آقای استراماچونی انجام دادن فردا هم همون کارها رو بکنن و انشالله موفق میشن، که واقعا فکر میکنم بسیار بسیار طنز تلخی هستش که از طرف یک مدیر ورزشی ما میتونیم بشنویم. ممنونم از امیر متقی، کارشناس ورزشی از زوریخ سوئیس با ما. اما در حومه ریاض پایتخت عربستان، آنتونی جاشوا از بریتانیا موفق شد 3 کمربند از 4 کمربند قهرمانی بوکس حرفه‌ای جهان در دسته سنگین وزن را پس بگیرد. در یک مبارزه 12 راندی جاشوا موفق شد اندی رویز، بوکسر مکزیکی آمریکایی را شکست بده و انتقام ناک اوت شدن خودش در نیویورک رو بگیره. هرچند برگزاری مسابقه در عربستان اعتراض بعضی از گروه‌های مدافع حقوق بشر رو در پی داشت، پوریا ژافره از مبارزه گزارش میده که مسافه روی شن‌های صحرا لقب گرفت. آنتونی جاشوا 6 ماه بود که برای این فرصت لحظه شماری میکرد. این بوکسر 30 ساله لندنی میخواست هر طوری شده تنها باخت حرفه‌ای خود مقابل اندی رویز، حریف مکزیکی آمریکایی را جبران کند. مبارزه قهرمانی بوکس سنگین وزن حرفه‌ای که برای اولین بار در خاورمیانه و مقابل چشم هواداران بوکس در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. در نگاه اول مقایسه آمادگی جسمانی دو بوکسر باعث می‌شد که کارشناسان یک برد آسان را برای ای جی یا آنتونی جاشوا دارنده مدال طلای المپیک پیش بینی کنند. البته همین دست کم گرفتن حریف در مبارزه قبلی کار دست جاشوا داده بود، اما این بار جاشوا با یک نقشه منظم پا روی رینگ گذاشت و برای 12 راند پیاپی اجازه نداد حریف سنگین ترش به او نزدیک شود. رویز که هم قدش از جاشوا کوتاه‌تر بود و هم برد دستش کمتر، این بار نتوانست مشت‌های سهمگین را به سر شکم حریف بکوبد و در نهایت هر 3 داور به اتفاق آرا جاشوا را برنده مبارزه اعلام کردند. به این ترتیب بوکسر بریتانیایی 3 کمربند از 4 کمربند اصلی سازمان‌های بوکس حرفه‌ای را دوباره مال خود کرد. خوشحال برای اینکه بار دیگه لقب قهرمان جهان را به دست آورد. کمربندها چند وقتی پیش من بودن، چند وقت هم پیش اندی بودن، ولی در نهایت کمربندها انتخاب کردن که میخوان دور کمر من بسته بشن، ولی من تا وقتی که دوباره روی رینگ برم قهرمان هستم. قهرمان ها همیشگی نیستن. امروز اومدم و بردم، ولی دوباره باید براش مبارزه کنم. در حالی که بعضی با محل میزبانی مبارزه موافق نبودند، جاشوا حالا با یک چک 80 میلیون دلاری به خانه باز می‌گردد. یکی از اصلی ترین دلایلی که دو بوکسور می‌خواستند در عربستان مبارزه کنند. وقتی در این راجع به ورزشی مثل بوکس صحبت می‌کنی که اینقدر خشن و خطرناکه، هیچ کس حق نداره به بوکسرها بگه که کجا برن یا نرن. بوکسر همیشه نگاه می‌کنه ببینه از یه مبارزه چقدر گیرش میاد، چون برای رفتن روی رینگ داره خطر می‌کنه. به جز جاشوا، برنده دیگه این مبارزه عربستان سعودی است که می‌خواست به هر قیمتی این مسابقه را میزبانی کند. مقامات عربستان سعی دارن که چهره خدشه‌دار شده بین المللی خودشون رو پاک کنند، یا به قولی با ورزش اون رو پاک کنند.
حق هم دارند، چون سابقه بدی در حقوق دگرباشان جنسی، حقوق زنان و قتل‌های فراقانونی و جنگ یمن دارند. اما مقامات عربستان میگویند سرمایه گذاری در میزبانی مسابقه های ورزشی برای مشارکت بیشتر عمومی، جلب توریست و مدرن کردن جامعه است. ما یه طرح داریم برای تغییر دادن صحنه اجتماعی پادشاهی عربستان به اون شکلی که فکر میکنیم درست تره. داریم به اون سمت میریم و ورزش از جمله جاهاییه که در چشم انداز 2030 ما قرار داره. قهرمانی جاشوا تبدیل به میزبانی موفق عربستان شد برای بهبود چهره بین المللی کشور. پرهزینه اما بدون دردسر. پوریا جعفری، بی بی سی. سجاد امیدی خبرنگار ورزشی از اورنج کانتی آمریکا. ماست آقای امیدی، گزارش پوریا با این عبارت تموم شد که پرهزینه ولی بدون دردسر. از نظر شما هم عربستان با میزبانی این مبارزه و مسابقه یک موفقیت رو به اسم خودش ثبت کرد؟ دقیقا همینطوره. به هر حال مسئولان کشور عربستان نشون دادن که تغییر نگرش دادن به خاطر این فضای غبارآلودی که جامعه دنیا برای عربستانیا قضاوتشون میکنن، حالا برای حقوق بشرشون، حقوق زنان. و همین گزارش شما هم که کاملا کامل بود، با برگزاری مسابقات مختلف فرق نمیکنه مسابقه چه مسابقه‌ای باشه، بوکس، کشتی، کج، عربستانیا نشون دادن که فقط میزبانی میخوان که به جهان پیام برسونن که کشورشون آزادتر از قبل شده و تونستن که قهرمانای کشورهای مختلف رو دعوت کنن که شاید خودشون. البته ناگفته نمونم، میدونیم که به هر حال عربستان با تمام این هزینه‌ای که کرده تا الان حتی مدال المپیک، مدال طلای المپیک نره، فقط 3 تا مدال داره که 2 تاش برنز، 1 دونه نقره هستش و لحاظ چهره ورزشی بین‌المللی حتی چهره شاخصی نیست، ولی با خرج کردن پولای فراوان، جذب کردن چهره‌های مختلف ورزشی، دوست داره یه مقبولیتی تو جامعه ورزشی تو دنیا به دست بیاره که تا حدی موفق شده. البته تو همین 1-2 ماه پیش مسابقات کشتی کج تو کشورشون داشتن که با مشکلاتی همراه بود، تو این راه بعضن مشکلاتی هم داشتن. سال آینده جام جهانی در قطر برگزار میشه. خب بحرین سال‌هاست که میزبان چند مسابقه بسیار مشهور رالیه و الان هم عربستان سعودی. در بازار ورزش کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در حال تبدیل شدن به قطب هستن؟ به نظر من که تبدیل شدن به قطب نیستن، به هر حال از نمیدونم از خواب مسئولین ورزش ایران دارن استفاده میکنن. به هر حال وقت صنعت گردشگری تو ایران وجود داره با اون همه امکانات نیرو انسانی که ما داریم در سطح قهرمانی، در سطح مدیران مختلف ورزشی، وقتی ما همه خواب هستیم تو کشور خودمون، کشورهای مثل عربستان، مثل بحرین، حتی قطر، به هر حال جام جهانی میدونید که بزرگترین، حتی شاید بشه گفت بزرگتر از المپیک هم باشه، بزرگترین رویداد ورزشی جهان رو تونستن بیارن تو خاورمیانه تو کشور قطر. این نشون میده که اونا برنامه‌ریزی دارن، همونجور که حالا خودشون هم اذعان دارن برای 2030 چشم‌انداز درست کردن برای اینکه به هر حال ایجاد شور و شعف بکنن تو جامعهشون و اینکه این تصویری که عرض کردم، تصویر کدری که خصوصا از کشور عربستان برای مشکلات مختلفی که برای مردم دنیا و مردم خودشون به وجود آورده، اونو بتونن پاک کنن. آقای امیدی، در نهایت چقدر عربستان سعودی آماده هست؟ اینها یک نوع اصلاحات سوری و ظاهری و سطحیه یا اینکه جمعیت جوان، زیرساخت‌های لازم فراهم هست برای چنین کارهایی؟ به نظر من که آمادگیشو ندارم، ولی همین که استارت زدم و برنامه‌ریزی کردم و شروع کردم به کارشون، یه هدفم دارم برای 2030، این به هر حال جای امیدواری داره. ولی از نظر زیستی به هر حال عربستان کشوریه که میدونی حتی شاید از داشتن دانشگاه‌های آنچنانی هم محروم باشه. امکانات زیرساختی که فقط همش به پول نیستش، باید زیرساخت‌های و همراه باشه با نیروی انسانی. اونا از نظر نیروی انسانی مشکل دارن، می‌بینیم که به هر حال برای آوردن جاشوا به کشور عربستان میلیون‌ها دلار خرج میشه. یا همین چند هفته پیش مسابقات فینال جام باشگاه آسیا، 4 تا هواپیما نزدیک 2000 نفر رو به خرج خود حکومت فرستادن بر نزدیک بتونن تیم الهلال رو تشویق کنن و تماشاگرانشون حمایت کنن تیمشون. نشون میده که زیرساخت ندارن، ولی به هر حال با پولاشون دارن یه کارایی میکنن که بتونن که جامعهشون رو امیدوار کنن. و البته من فکر میکنم هدف اصلیشون اینه که تصویر جامعه بین‌المللی رو عوض کنن. ممنونم از سجاد امیدی، خبرنگار ورزشی از اورنج کانتی در ایالت کالیفرنیا آمریکا با ما.
در آمریکا تیراندازی‌های مرگبار زیاد اتفاق می‌افته، ولی جمعه در فلوریدا حمله‌ای شد که از جهاتی منحصر به فرد بود. هوانوردی که معلوم شد عربستانی بوده با تیراندازی در یک پایگاه نظامی در فلوریدا 3 نفر رو کشت و چندین نفر رو زخمی کرد. چند عربستانی دیگر که در این پایگاه حاضر بودند برای بازجویی بازداشت شدند. گفته شده که مهاجم قبلا در توییتر آمریکا رو کشوری شیطانی توصیف کرده بود. هادی نیلی گزارش می‌دهد. پنساکولا از اصلی ترین پایگاه‌های نظامی آمریکاست که در آن نیروهای خارجی را هم آموزش می‌دهند. در قواره یک شهر با حدود 16,000 نظامی و 8,000 خدمه غیر نظامی. صبح جمعه یکی از کلاس‌های درس این پایگاه شاهد تیراندازی یکی از رزم‌آموزان بود. 3 نفر در جا کشته شدند و 8 نفر دیگر زخمی. مهاجم هم کشته شد. ساعتی بعد معلوم شد که عربستانی بوده. محمد شمرانی، دانشجوی هوانوردی. یکی دیگر از تیراندازی‌های پرتعداد در آمریکا، اما این بار فراتر از اخبار داخلی رفته و مستقیم پای دربار سعودی را هم به ماجرا کشیده. این بار چندم است که رئیس جمهوری آمریکا درباره تماس‌هایش با حاکمان عربستان سر این ماجرا حرف زد. من با پادشاه عربستان سعودی حرف زدم. اونا توی عربستان از این واقعه داغون شدند. داریم سر در میاریم که چه اتفاقی افتاده، که آیا یه نفر بوده یا چند نفر. پادشاه سعودی قراره در رسیدگی به بستگان و عزیزان این قربانیان دخیل باشه، همینطور ولیعهد. فکر کنم قراره خیلی عالی به این خانواده ها برسن. ما این رابطه آموزش نظامی رو با بقیه کشورها هم داشتیم، کشورهای خارجی. فکر کنم باید تموم این روند رو بررسی کنیم، فوری شروع میکنیم. دوره آموزشی که محمد شمرانی در آن بوده بخشی از بسته‌های نظامی چند میلیارد دلاری است که حکومت سعودی از آمریکا می‌خرد. تا اینجا به نظر نمی‌رسد ماجرا محدود به یک نفر بوده باشد. مقامات امنیتی دست کم 6 عربستانی دیگر را برای بازجویی بازداشت کردند. آنها هم از نظامی‌های حاضر در این پایگاه بودند. رسانه‌ها گزارش دادند که 3 نفرشان از صحنه تیراندازی فیلم می‌گرفتند. یک حساب توییتری که گمان می‌رود از محمد شمرانی بوده و حالا توییتر آن را بسته، نوشته بود که آمریکا یک کشور شیطانی است که بانی جنایت علیه مسلمانان است و از اسرائیل حمایت می‌کند. گفته شده او در توییترش نوشته بوده که شما در امنیت نخواهید بود مگر وقتی که ما هم واقعاً در فلسطین امنیت داشته باشیم و قوای آمریکایی از سرزمین ما بیرون بروند. به نظر می‌رسد توییت‌های ضد حکومت ایران را هم بازنشر می‌کرده. FBI از مردم خواسته هر اطلاعاتی درباره این شهروند عربستانی دارند در میان بگذارند. وزیر دفاع آمریکا میگوید هنوز برای نتیجه گیری درباره تروریستی بودن این حمله زود است. نه، الان نمیتونم بگم که حمله تروریستی بوده. فکر کنم لازمه به FBI اجازه بدیم کارش رو بکنه و به ما بگه. در همین حال ما اقدامات احتیاطی در پیش گرفتیم. دستور دادم که در وزارت دفاع روند بررسی پیشینه همه اتباع خارجی رو که برای آموزش به کشور ما میان بررسی کنیم. یازده سال پیش هم حمله های 11 سپتامبر به همین بحث ها دامن زده بود. از 19 نفر دستاندرکار آن حمله ها 15 نفرشان اهل عربستان بودند. در این 2 دهه حکومت سعودی همچنان بابت حمایت‌های مالی مستقیم و غیر مستقیم از گروه‌های اسلامگرای افراطی در اروپا و خاورمیانه زیر انتقاد بوده. همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا و عربستان در چند دهه اخیر بیشتر و بیشتر شده. آنچه صبح جمعه در پایگاه پنساکولا گذشت، هرچند نمی‌تواند این اتحاد محکم را تکان بدهد، ولی بار دیگر بحث درباره وزن این ائتلاف نانوشته را به رسانه‌های اصلی آمریکا کشیده. هادی نیلی، بی بی سی. در بریتانیا نادین کعدان، یک تصویرگر کتاب کودکان اهل سوریه، جایزه فرهنگی برده به پاس تلاش برای شناساندن فرهنگ عربی به بریتانیایی‌ها. دنیای کودکانه شخصیت‌های کتاب او از جنگ داخلی سوریه و خشونتی که این کشور را ویران کرد تأثیر زیادی گرفته. خبرنگار ما ناجیه غلامی با او به گفتگو نشست. تا همین 6-7 سال پیش نادین کعدان، هنرمند سوری در دمشق زندگی می کرد. شهری که همه ی روزهای کودکیش را در آن گذرانده بود. برای بچه ها کتاب داستان طراحی می کرد و می نوشت. شخصیت های قصه هایش از دل کوچه های گرم و آفتاب خورده دمشق بیرون می آمدند و در صلح و صفا زندگی می کردند.
نادین کدان را کیلومترها دورتر از دمشق در خانه این روزهایش در لندن ملاقات میکنم. جنگ او را مثل خیلی دیگر از مردم سوریه از خانه و وطنش آواره کرد. سال اول همه ما جنگ رو انکار میکردیم. باور نمیکردیم که زندگی همون قرار زیر و روشه. فقط فکر میکردیم این یه بحران کوچیکه و قراره به زودی تموم بشه که متاسفانه نشد. شوک جنگ باعث شد شروع کنم احساساتم رو با تصاویر تیره و تار بروز دادن. تصمیم گرفتم کتابی بنویسم با عنوان فردا. فردا داستان یه پسر کوچولوه به نام یازان. 7-8 سالشه. یازان نمیدونه دقیقاً چه اتفاقی افتاده. پدر و مادرش چیزی بهش نمیگن. متوجه میشه که دیگه اجازه نداره بره تو کوچه با بچه ها بازی کنه. مدرسه نمیره. مامانش نقاشه و دیگه نقاشی نمیکشه. و روزا فقط میشینه با صدای خیلی بلند اخبار تماشا میکنه. یازان کلافه میشه و یه روز دوچرخش رو بر میداره و بدون اجازه از خونه میره بیرون. اون وقت میفهمه که خیابونا عوض شدن و دیگه اون جای امن و قشنگی که توش بازی میکرد وجود نداره. وقتی پدر و مادرشون رو به خونه برمیگردونن همه چی رو بهش توضیح میدن. بعد با هم یه پارک قشنگ رو تصور میکنن و اون رو روی دیوار میکشن. Imagine the beautiful place in a peaceful park and they painted on the wall. خیلی وقتها صدای کودکان در میانه هیاهوی جنگ شنیده نمیشود. نادین کدان اخبار بچه های جنگ سوریه را برای آنها از زبان خودشان روایت می کند. کتابم که چاپ شد به یک کمپ پناهنده های سوری در لبنان رفتم و خواستم اون رو برای بچه های پناهجوی سوری بخونم. واکنش بچه ها برام شوکه کننده بود. جلسه کتابخونی تبدیل شد به یه جلسه تراپی و بچه ها یه دفعه احساس کردن که جدی گرفته شدن و دیده شدن. میخواستن به من درباره داستان خودشون بگن و اینکه اونها چطور جنگ رو تجربه کردن. نادین کدان داستانهایش را در بریتانیا به مخاطبی ارائه میکند که منبع اصلی اطلاعشان از اتفاقات سوریه خبر بوده است. خیلی وقتا اینجا در بریتانیا بزرگترها به جلسات کتابخونی من میان بدون بچه ها و میگن میخواییم در مورد سوریهی بشنویم که در اخبار غایبه. یه تصویر متفاوت از سوریه. اولین باری که کتابمو در لندن خوندم در موزه ویکتوریا و آلبرت بود. بچه هایی که اومده بودن از قبل داستان سوریه رو میدونستن و میدونستن اونجا جنگه و بچه ها اوقات خوشی ندارن. وقتی داستان یازان رو تموم کردم یه دختر بچه انگلیسی اومد به من گفت داستان شما برای من هم اتفاق افتاد. گفتم چطور؟ گفت ما میخواستیم بریم تو کوچه بازی کنیم. بارون گرفت و نتونستیم. ما خیلی ناراحت شدیم. دقیقا مثل یازان. کارهای نادین کدان اما فقط منعکس کننده جنگ سوریه نیستند. لیلا قصه شاهزاده خانمی ناشنواست که معشوقش برای برقراری ارتباط با او زبان اشاره می آموزد و هارون گربه است که ما را به سفری جادویی به کوچه های شهر قدیمی دمشق می برد. The Jasmine's Sneeze was a story was completely coming from nostalgia. عطسه یاس کتابیه که کاملا ریشه در نوستالژی داره. برای به خاطر آوردن دمشق و به خاطر آوردن گربه های دمشق، خورشید دمشق، شب های تابستون. کتاب در مورد گربه ایه که در شهر گل های یاس زندگی میکنه ولی تحمل یاس ها رو نداره و به اونها حساسیت داره و همش عطسه میکنه. مادری برام از اسلوانی نامه نوشت که پسرم این داستان عطسه یاس رو خیلی دوست داره و اسم بچه گربهش رو مثل گربه توی کتاب گذاشتیم هارون. هارون یه اسم عربیه و با یه قصه شاد و خلاق راه پیدا کرده به یه خونه‌ای که خیلی دورتر از سوریه است. برای کودکی که خیلی چیزها رو در جنگ، فقر یا مهاجرت از دست داده، گاهی یک کتاب قصه با نقاشی‌های رنگی میتونه آغاز خیال‌انگیزترین و قشنگترین سفر زندگیش باشه به یک جهان و آینده بهتر. ناجی غلامی، بی بی سی. چون 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید، مستحق خالصانه‌ترین سپاس‌ها هستید. ممنون.